سر خط خبرها. بحران آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران. سازمان محیط زیست برای جلوگیری از مصرف مازوت در نیروگاه‌ها دست به دامان دادستانی شد. ما 20 سربازی هستیم که دستمون روی به قول ماشه است. باید یک کسی فرمانده دستور بده شلیک بکنیم. تایید برنامه تولید اورانیوم 20% از طرف ایران. تهران میگوید بازرسان آژانس باید پلوم تأسیسات را بردارند. اگر صحنه درگیری گرفتید من ببینم اینجا سالم وایستاده باید پاسخ این چه سالم. انتشار فیلم سخنان جنجالی یک مقام پلیس ایران. جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته همین که متهم زنده است حقوقش رعایت شده. و افزایش مناطق آلوده به گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. آلودگی هوا در پایتخت ایران شدید شده و استاندار تهران پیشنهاد کرده 2 روز در این استان تعطیلی اعلام شود. سازمان محیط زیست ایران میگوید بعضی نیروگاه‌ها و کارخانجات اطراف تهران از مازوت برای سوخت استفاده می‌کنند و قوه قضاییه باید دخالت کند. اصفهان، تبریز، همدان و چند شهر در استان خوزستان هم شرایط ناسالم آب و هوایی دارند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. جا برج میلاد بوده، اصلا دیده نمیشه. نفس تهران و شهرهای دیگر باز به شماره افتاده. هوا آلوده است. استاندار تهران میگوید پیشنهاد تعطیلی 2 روزه تهران به رئیس جمهور داده خواهد شد. منتقدان میگویند هفته هاست هوا در پایتخت آلوده است و مسئولان باز هم دیر به فکر افتادند. جلسه فوق‌العاده کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران که قرار بود دیروز تشکیل شود، امروز تشکیل شد. پیشنهاد 2 روز تعطیلی رو برای همه دستگاه‌های اداری، برای فعالیت‌های عمرانی، برای دستگاه‌های خصوصی و همه اون رفت آمدهایی که علی‌رغم همه این محدودیت‌ها ما 10-15% افزایش ترافیک رو نسبت به مشابه سال قبل داشتیم. با وجود محدودیت‌های ایجاد شده برای رفت و آمد به دلیل کرونا، هوای پایتخت و چند شهر دیگر همچنان آلوده است. دلیلش هم به گفته مسئولان وزارت بهداشت و مقام‌های محلی سوزاندن مازوت است. آلایندگی ناشی از مازوت میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را تا 6 برابر افزایش می‌دهد. هیچ صنعتی، هیچ نیروگاهی در استان از سوخت مازوت داره استفاده نمی‌کنه. استاندار تهران اطمینان داده هیچ کارخانه‌ای در این استان از سوخت مازوت استفاده نمی‌کند. اما صحبت‌های مقام‌های مختلف در سازمان حفاظت محیط زیست خلاف آن را ثابت می‌کند. همین امروز مسعود تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفته اراده‌ای برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد. مطلع شدیم تعدادی از نیروگاه‌ها و واحدهای ریختگری تهران از سوخت مازوت استفاده کردند. در نامه‌ای به دادستانی تهران درخواست کرده ایم با اقدام‌های قضایی با مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران برخورد شود و با آن مقابله کنند. این مقام سازمان حفاظت از محیط زیست یکی از دلایل استفاده از مازوت را افت فشار گاز دانسته و گفته نیروگاه‌ها با سرد شدن هوا برای جلوگیری از کاهش تولیداتشان به سمت سوزاندن مازوت می‌روند. حکومت ایران تقصیر را به گردن تحریم‌ها انداخته و می‌گوید چون کسی خریدار مازوت ایران نیست، ناچار است مازوت تولیدی را در شهرها بسوزاند. مازوت از آلاینده‌ترین مشتقات نفت است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک هفته پیش گفته بود نیروگاه‌های شرق تهران می‌توانند از مازوت استفاده کنند، اما نیروگاه‌های غرب تهران به دلیل اینکه با وزش باد آلودگی وارد شهر می‌شود، حتما باید از گاز استفاده کنند. کیفیت هوای تهران با شاخص میانگین 148 برای گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان ناسالم است. هوای تهران با ناسالم بودن برای همه گروه‌ها فاصله زیادی هم ندارد. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل استنشاق ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون در هوا جان خود را از دست می‌دهند. یعنی همان ذراتی که در آلودگی هوای امروز 13 دی ماه در تهران نقش اصلی را دارند. این تصویر امروز به دست ما رسیده. از ارتفاعات اطراف تهران، ابری از دود و آلودگی پایتخت را پوشانده. فعلا کرونا و آلودگی با هم به جنگ شهروندان رفتند، جنگی که مسئولان فعلا آن را نظاره گرند.
فرین آسمی، بی بی سی. از ناصر کرمی، اقلیم شناس از ترین تایم نروژ، پرسیدم چرا در شهرها از مازوت یا نفت کوره به عنوان سوخت استفاده می شود؟ دو دسته مؤلفه است که میتونه بگیم این پدیده آلودگی شدید هوا در تهران رو ایجاد کرده. یک دسته استفاده از سوخت مازوت است. خب مازوت یک سوخت کاملا بیکیفیتیه، به واقع یک جور پسابی است که بعد از توی پالایشگاه ها، بعد از تولید مثلا بنزین و نفت سفید و اینها باقی میمونه، یک ماده دیگری به دست میاد، همون نفت کوره یا نفت سیاه، که بسیار سوخت کم کیفیت و ارزانیه و این هیچ وقت توی حساب نیروگاه ها و اون فضاهایی که میتونه محیط های شهری یا اکوسیستم های اساس رو تحت تاثیر قرار بده نباید استفاده بشه. اما واقعیت اینه، من حالا به عنوان کسی که سالهاست ناچارم اخبار هوا رو پیگیری بکنم، ما اینجا دو تا دسته عرض کردم، دو تا ساله. یکی اینکه واقعا چقدر داره مازوت استفاده میشه، همچنان که تو گزارش شما بود کاملا منکر شده، استانداری کاملا منکر شده در تهران و شهرهای دیگر ایران. و از طرف دیگه اینکه چقدر این نقشش در آلودگی هوا، ما اگه به 10 سال 20 سال قبلا برگردیم، حتما توی دی ماه عمده روزها هوا ناسالمه، چیز تازه‌ای رخ نداده. الان آلودگی هوا در زمستان در ایران، مخصوصا در کلان شهرها، داره به یک امر طبیعی تبدیل میشه. آیا هیچ نشانه هایی از این ما میبینیم که در مورد این موضوع از قبل فکر میشه، برنامه ریزی میشه و سال به سال تا حدی کاهش پیدا میکنه، یا اینکه نه همینطور سیر صعودی رو ما شاهدش هستیم؟ این چی که چه عواملی باعث آلودگی هوای تهران میشن کاملا مشخصه، یعنی که یک به اصطلاح بخشش مربوط به سوخت گازوئیل هست، بخشش مربوط به انحصار بازار خودرو هست، بخشش مربوط به ژئومورفولوژی شهر هست. متاسفانه توی گزارش شما هم اومده بود که یک مقام رسمی خود جمهوری اسلامی میگه که اراده‌ای برای کاهش آلودگی هوا وجود نداره. در یه شهری مثل تهران مثلا توان خودپالایی ضعیف شد، چه از دوره کرباسچی تا دوره قالیباف با اون انبوه‌سازی هایی که در غرب تهران و شمال تهران صورت گرفت، این فضای کالبدی شهر رو مسدود کردن، یه گلوی شهر برای همیشه مسدود شد. بعدش هم ما می‌بینیم با انحصار بازار خودرو، کماکان شهروندان به خودروی برقی ارزان دسترسی ندارن و سیاست‌ها مثلا دیماه تعطیل می‌شده، نه فقط الان که کرونا است، الان که مثلا دیماه کلا مثلا همه جای دنیا بهتر ایران تعطیلات زمستانی داشته باشه، باید ساعت کار دیرتر باشه که اینورژن تاثیرش به اصطلاح ضعیف‌تر شده باشه. نه، متاسفانه میتونم بگم که همون چیزی که تو گزارش شما بود، اراده‌ای برای کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها وجود نداره. گفتگویی بود با ناصر کرمی، اقلیم شناس. ایران تایید کرده که در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده به زودی غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% را در تأسیسات زیرزمینیش در فردو شروع می‌کند، اما تاریخ دقیق شروع این کار را اعلام نکرده. کسرا ناجی در گزارشش می‌گوید نامه ایران نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را در شرایطی افزایش خواهد داد که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس هم به اوج تازه‌ای رسیده. تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات فردو در 30 کیلومتری شمال قم در مرکز ایران. نماینده ایران دیروز در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که این کشور قصد دارد هر چه زودتر غنی‌سازی اورانیوم 20% را اینجا شروع کند. زیر این کوه‌ها، علی‌رغم توافق هسته‌ای که هر نوع غنی‌سازی را اینجا ممنوع می‌کند، اقدامی که جهان را نگران خواهد کرد. ما دیروز نامه ای رو، این رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و توضیحات بیشتر، اگرچه اون نمیگوید کی این کار غنی‌سازی شروع خواهد شد. نمایندمون اون نامه رو تسلیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد که ما به اعتبار مصوبه مجلس میخواییم 20% رو آغاز بکنیم، چون ما باید به آژانس اعلام بکنیم، بازرس‌های اونها بیان، بعضی چیزایی که پلم شده فک پلم بکنن. ببینید این به قول معروف کپسول‌های گاز اورانیوم رو ما باید عوض بکنیم، یعنی الان کپسول گاز اورانیوم طبیعی وصل داریم، غنی‌سازی 4% انجام میدیم، حالا باید 4% رو بیاریم وصل بکنیم تا 20% رو تولید کنیم. این بایستی تحت نظارت آژانس باشه. ما اعلام کردیم که ما در آینده نزدیک این کار رو میخوایم انجام بدیم، شما هم اقدامات لازم رو انجام بدید. مجلس ایران قانونی تصویب کرده است که دولت را موظف می‌کند که فوراً کار غنی‌سازی 20% را شروع کند، به عنوان اهرم فشاری که رئیس جمهوری منتخب آمریکا را مجبور کند بلافاصله بعد از شروع کارش تحریم‌ها علیه ایران را بردارد، مصوبه‌ای که دولت آن را مفید نمی‌داند.
ما مصوبه این مجلس رو باید اجرا بکنیم. حالا به نظر میرسد دولت با مطلع کردن آژانس از قصد ایران به وظیفه قانونیش عمل کرده، اگرچه عملا غنی‌سازی 20% را ممکن است به وقتی موکول کند که از نظر سیاسی برای دولت مفید باشد و کار رو مشکل تر نکنند. بالاخره آقای رئیس جمهور باید دیگه دستور رو بدن دیگه، یعنی این یه امریست که رئیس جمهور باید دستورش رو بدن. دستور اولیه رو دادن که ما نامه رو دادیم، اعلام کردیم. حالا دستور به قول گفتم ما مثل سربازی هست که دستمون روی به قول ماشه هست، باید یه کسی فرمانده دستور بده شلیک بکنیم. شلیک درست در هنگامی که در سالگرد ترور قاسم سلیمانی و حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد تنش بین ایران و آمریکا به اوج تازه‌ای رسیده است. آمریکا سرگرم تقویت توان نظامیش در منطقه است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع وزارت دفاع آمریکا نوشته که در روزهای اخیر این کشور تعداد بیشتری هواپیماهای جنگنده و همچنین هواپیماهای سوخت رسانی در عربستان مستقر کرده است. کسرانجی بی بی سی. خبرگزاری ایرنا تصاویری منتشر کرده که در آن جانشین فرمانده نیروی انتظامی در برنامه دستگیری افرادی که آنها را عرازل و باش می نامند به ماموران پلیس دستور می دهد در صحنه درگیری دست و پای کسانی که قمه دارند را بشکنند. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این سخنان همچنین در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی متهمان می گوید متهم همین که زنده مانده به معنای رعایت حقوقش است و حقوق متهمان فقط به گفته او تا وقتی که حقوق دیگران را رعایت کنند محترم شمرده می شود. اگر صحنه درگیری گرفتید من ببینم اینجا سالم وایستاده باید پاسخ این چه سالم تو صحنه درگیری اگر قمه دستش بوده الان باید دست شکسته من ببینم، من ببینم که نیمتنش دی افتاده دست. اگر قمه دستش بوده روبه وحشت ایجاد می کرده، اگر قد داره کشیده همون موقع بازی شما قلم پاشو میشکنید من جا میدید حتما ساده چشم. حقوق شهروندی تابلو نیروی انتظامی است، کسی که با حقوق شهروندی رعایت نکنه نیروی انتظامی محکم در مقابلش اعمال قانون میکنه. هر حال متهم هم یه حقوقی داره دیگه، در نهایت متهم حقوقی داره که تا زمانی که تحویل قانون داده شد، متهم حقوقی داره که حقوق دیگران رعایت کنه. زمان حقوق دیگران رعایت نمیکنه دیگه در همون حدش دیگه. همین که زنده مانده قانونه، قانون میگه زنده بماند، قانون میگه اگر کسی که عربده میکشه روبه وحشت ایجاد میکنه این محاربه، محاربه. حسین رئیسی وکیل و استاد دانشگاه کالتون کانادا از تورنتو با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای رئیسی، بحث کرامت متهم در مراحل اولیه دادرسی یکی از بحثایی است که شما روی اون تحقیقات زیادی داشتین. در مورد این صحبت‌های جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مورد اعمال خشونت شکستن دست پا چه فکر می‌کنید؟ به نظر میاد که آقای جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور اطلاعاتی دقیق در رابطه با قانون حقوق شهروندی نداره. قانون حقوق شهروندی یا حقوق شهروندی در واقع حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت و نیروی پلیس هست. ایشون در حقیقت توجه نداره که در قانون آیین‌اندازی کیفری به طور مشخص تاکید شده که قانون حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع جزء لاینفک قانون آیین‌اندازی کیفری هست و در این قانون یعنی قانون حقوق شهروندی به صراحت بیان شده در بند اولش که کشف، تحقیق، تعقیب جرائم، اجرای تحقیقات، صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت مبتنی بر رعایت قانون باید باشه و نیروهای انتظامی و بازپرسان، دادستان‌ها از هر گونه اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت باید پرهیز کنند و اگر این کار را انجام بدن تخلف محسوب میشه. بنابراین اون چیزی که آقای رضایی داره در اینجا مطرح میکنه به نظر من اعمال خشونته و به نظر میاد که پلیس توفیقی در کنترل جامعه و ایجاد نظم در جامعه نداره و میخواد سرکوب متوسط شد. بله، همونطور که میگه روی کرده پلیس در مقابله با بزهکاری به نظر میاد که ارعاب خود پلیس قانون شکنی باشه روی کردش، اینکه به ریشه های فقر و بزهکاری بپردازه.
همینطور هست. متاسفانه اولین بار نیست که ما با این مواجه هستیم و تأکیدی که آقای رضایی داره دوبار واژه محارب رو به کار میبره. آقای رضایی یادش رفته که قاضی نیست، یادش رفته که دادستان نیست، یادش رفته که در اینجا صحنه دادگاه نیست، اینجا کف خیابون هست، اینجا جامعه نیاز به امنیت داره. پلیس نمیتونه امنیت شهروندان رو یه جوری دیگه به خطر بندازه که میخواد حالا با چند نفر برخورد کنه. البته طبیعی است که افزایش جرائم خشونت توأم با خشونت تو جامعه پلیس رو به فکر میبره، ولی پلیس نمیتونه به وسائل یا به روش‌های غیر قانونی و روش‌های غیر اصولی متوسل بشه برای این موضوع. از این رو به نظر میاد که ایشون لازمه که بره قانون آیین‌دادی کیفری رو بخونه و خوبم بخونه. برای کاهش جرایم و بزهکاری و این سطح از خشونت در جامعه باید از کجا شروع کرد؟ باید از روش های سرکوب دست برداریم، روش های پلیس و روش های تعقیب و برخورد با متهمین باید کرامت مدار باشه به جای سرکوب مدار، و همچنین باید از روش های اصولی پیشگیری از جرائم و روش های اجتماعی بهش میگن یا روش های رشد مدار پیشگیری اجتماعی باید استفاده بشه، پیشگیری از جرائم استفاده بشه. پیشگیری های بر موضعی که الان ایشون در حرفاش هست، این پیشگیری ها در واقع به انتقام گیری بعدی همین متهمی که داره تحقیر میشه در مقابل آقای رضایی و به سینه اون داره میزنه، آینده اگر رها شد دوباره از جامعه انتقام خواهد گرفت، و برای جلوگیری از این باید روش های اصولی جرم شناختی برای پیشگیری از جرم را باید پیش گرفت و به ریشه های بزه باید پرداخت و به رفتارهای پلیس هم که باعث سوء استفاده از قانون و باعث توسعه خشونت میشه باید توجه بشه، چون هر گونه شکنجه و هر گونه رفتار سلیقه‌ای میتونه به توسعه خشونت منجر بشه و به انتقام گیری این افراد بعدن از جامعه منجر میشه. از این رو مدل های پیشگیری اجتماعی لازم هست که به ریشه های جرم میپردازه و از اون طریق امکان داره که بشه میزان جرائم رو کاهش داد. البته پلیس ممکنه ادعا کنه که این وظیفه من نیست، نمیتونه چنین ادعایی کنه چون در یک مجموعه بزرگ هست که حاکمیت با اون باید برخورد کنه و مدل های پیشگیری از جرم را اجرا کنه و پلیس بخش مهمی از اون هست. متشکرم از شما حسین رئیسی، وکیل استاد دانشگاه کارلتون کانادا از تورنتو. با نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان محیط زیست ایران میگوید برای جلوگیری از استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها و کارخانجات که باعث آلودگی هوا شده به دادستانی تهران نامه نوشته. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تایید کرد کشورش قصد دارد اورانیوم غنی شده با غلظت 20% تولید کند و این موضوع را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده. در ادامه برنامه ترانه آخرین کریسمس جورج مایکل 36 سال بعد از اجرا محبوب ترین ترانه بریتانیا شد. در بریتانیا پزشکان هشدار دادند گونه جهش یافته ویروس کرونا در حال پخش شدن در دیگر نقاط انگلستان است. این گونه که بسیار مصری تر از نوع قبلی است حالا باعث افزایش شدید بیماران در شرق و جنوب انگلستان شده و در 3 ایالت آمریکا هم دیده شده. در همین حال تعداد مبتلایان در آمریکا از 20 میلیون نفر گذشته و بسیاری از بیمارستان ها برای رسیدگی به انبوه بیماران با دشواری روبرو هستند. باران عباسی گزارش می‌دهد. لینکلن، شرق انگلستان. صبحی مهالود در شهر کاخهای قرون وسطایی، کلیساهای تاریخی و حالا کرونا. مردم اینجا در میان 44 میلیون ساکن بریتانیا که در شدیدترین سطح محدودیت ها زندگی می کنند. شمار بیماران در انگلستان به شدت بالا رفته، به خصوص در مناطق شرقی و جنوبی که نوع جهش یافته و مصری تر ویروس شناسایی شده. بر اساس آخرین آمار تنها در یک روز بیش از 53 هزار مبتلای جدید شناسایی شده و حدود 1000 نفر هم جان خود را از دست دادند. بیمارستان UCL در لندن فعلا میزبان بیش از 200 مبتلا به کرونا است، اما شمار بیماران اینجا هر روز 5% بیشتر می شود. تخت‌های خالی به سرعت در حال پر شدنند و انتظار می رود شرایط در 2 ماه آینده وخیم‌تر شود.
ما الان بیشتر از ظرفیت بیمارستان بیمار داریم، خیلی بیشتر از معمول داریم کار میکنیم. بیمارستان ها به شدت شلوغن و به نیروهای احتیاج داریم که بتونن از بیمارای با وضعیت وخیم مراقبت کنن، اما تعداد چنین افرادی محدوده. با وجود تعطیلی گسترده کسب و کارهای غیر ضروری و قوانین سختگیرانه رفت آمد، پزشکان میگویند گونه جدید ویروس در دیگر نقاط کشور در حال پخش شدن است. باری روزافزون بر شانه های پزشکان و پرستارانی که بعضی خود بیمار شدند. به مردم التماس میکنم که سهم خودشون رو انجام بدن تا فشار روی کار درمانی کم بشه. از ما میخوان سخت‌تر کار کنیم، که البته ما هم داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، اما دیگه توانی برامون نمونده. سخنانی که بعضی برایش گوش شنوایی ندارند. شب سال نو در مرکز لندن، دستگیری افرادی که مقررات کرونا را نقض کردند. به گفته پلیس بیش از 200 نفر جریمه شدند و حدود 60 مهمانی بزرگ هم گزارش شد. شرایطی مشابه در فرانسه. دخالت پلیس برای پایان دادن به مهمانی شب سال نو با شرکت 2500 نفر در سولی در یک روستا در شمال غرب کشور. بعضی با ماموران درگیر شدند و یک خودرو پلیس را آتش زدند. مهمانانی که از سراسر فرانسه و بعضی حتی از بریتانیا و اسپانیا آمده بودند. در آمریکا گذشتن شمار مبتلایان از مرز 20 میلیون و حدود 350 هزار جان باخته. و نگرانی از وخیم‌تر شدن شرایط با شناسایی گونه جهش یافته کرونا در ایالت‌های فلوریدا، کلرادو و کالیفرنیا. اینجا در استرالیا اما به زودی پیشبینی صف‌های طولانی بیرون خانه اوپرا به جای صف‌های تست کرونا. تمرین هنرمندان برای اولین اجرا بعد از 9 ماه. شادی بازگشت به صحنه در پس نگرانی از آینده ای نامعلوم. داستان بیماری عالمگیر که آخرین پرده آن هنوز نانوشته باقی مانده. باران عباسی، بی بی سی. حفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید دور دوم مذاکرات صلح با طالبان بر سر تقسیم قدرت متمرکز خواهد بود. آقای منصور تاکید کرده کابل آماده است تا تشکیل یک دولت موقت را به شرط حفظ نظام فعلی و ارزش‌های به دست آمده بپذیرد. او اما گفته طالبان هنوز در صدد پیروزی با زور هستند. پیش از این ارگ ریاست جمهوری با ایجاد اداره موقت مخالفت کرده بود. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ما هستن. آقای مهدوی، بحث تقسیم قدرت و تشکیل حکومت موقت با سرگیری مذاکرات داغ‌تر شده. چقدر ایجاد حکومت موقت الان عملی هست؟ خب در شرایطی موجود با توجه به بنبست جنگ در افغانستان و اینکه جنگ نمیتونه راه حل نهایی باشه، هیچ گزینه‌ای به جز حکومت موقت موجود نیست. نه طالبان حکومت موجود را به رسمیت میشناسن و حاضر هستن در این حکومت سهیم شوند، و من فکر میکنم که در نهایت هیچ فرمولی به جز حکومت موقت موجود نیست. البته امیدوار هستیم که طالبان این فرمول را بپذیرن، و فکر میکنم در نهایت موضوع آتش بس را هم طالبان موکول خواهند کرد به بحث حکومت موقت. حکومت موقت یک حکومت خواهد بود که به هر حال آقای غنی و معاونینش در رأس حکومت نیست، اما بدنی حکومت میتونه که تغییر نکنه و قاعدتا هم نباید تغییر بکنه. و در این مدت حکومتی موقت برای 2 سال یا 3 سال یا کمتر بیشتر میشه که روی جزئیات توافق حکومت بعدی که انتخابات یا هر موضوع دیگه میشه در درون حکومت موقت بحث کرد. اهمیت حکومت موقت است که طالبان در تنها در صورت پذیرش حکومت موقت آتش بس سراسری رو میپذیرن و جنگ را کاملا متوقف میکنه. حکومت افغانستان بارها گفته که با حکومت موقت، ایجاد حکومت موقت مخالف هست. چقدر ممکنه که این از این خط قرمز خودش بگذره؟ و اگر چنین اتفاقی بیفته و حتی حکومت موقت تشکیل بشه، رأی مردم افغانستان که رئیس جمهوری رو بر سر کار آوردند چه معنایی خواهد پیدا خواهد کرد؟ خب چند موضوع رو باید به صراحت بگیم. اولا که حکومت موجود
قاعدتا ما نمیتاریم خیلی بحث مفهوم رأی مردم افغانستان موضوعیت نداره، چون حکومت موجود و از میان 17 میلیون شرکت کننده انتخابات تنها کمتر از 1 میلیون شرکت کردن و تیم حاکم هم 300 هزار رأی بیشتر به دست نیاورده، فلذا ما نمیتونیم خیلی بحث مشروعیت مردمی را به ارتباط حکومت جدی بگیریم. نکته دومی است که نه اتفاقا حکومتی موجود از ده ها خط قرمز تا عبور کرده، انس حقانی، آزادی زندانیان، همی بحث تغییر مکان مذاکرات، همه اینها رو حکومت اعلان خط قرمز کرده بود اما از او خط قرمز عبور کرد. نکته سوم همی است که آقای غنی اگر با حکومت موقت موافق نبود چرا خودش پیش شرط گذاشت و حتی پذیرفت با وساطت پاکستان که اگر خودش در رأس حکومت موقت 18 ماه باشه حکومت موقت میپذیره، پس آمادگی برای پذیرش حکومت موقت داره، چون آقای غنی بیش از هر کسی میدانه که راه حلی به جز حکومت موقت نداره و در صورت تداوم وضعیت موجود حکومت سرزمین های بیشتری را، ولسوالی های بیشتری را از دست میده و تعداد قربانیان مردم افغانستان هم افزایش پیدا خواهد کرد و البته جامعه جهانی و مردم افغانستان هم این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل، متشکرم از شما. ترانه لاست کریسمس یا آنطور که در ایران معروف شده آخرین کریسمس، کاری از گروه موسیقی وم است که 36 سال بعد از اجرایش برای اولین بار در صدر فهرست محبوب ترین تک آهنگ های بریتانیا قرار گرفته. ریچارد بلید سازنده و مجری برنامه های رادیویی در آمریکا درباره این ترانه که جورج مایکل آن را ساخته توضیح میده. این یکی از آهنگ‌هایی که وقتی مردم میشنوند به یاد جورج، گروه موسیقی وم و این وقت از سال میافتند. این ترانه عالیه. راستش من متعجب بودم که چرا این ترانه قبلاً در صدر فهرست برترین های بریتانیا نبوده. این یکی از آهنگ‌هاییه که همیشه مردم درخواست میکنن، چون اونا عاشق وم و عاشق جورج هستند. من خیلی خیلی خوش شانس بودم که از همون اولین روزها با گروه وم آشنا شدم. وقتی در سال 1982 برای اولین بار اومده بودن آمریکا، من برنامه رادیویی داشتم و اونها اوایل 1983 اولین اجرای زنده شون رو با من داشتن. من اونها رو به کلاب 321 در سانتا مونیکای کالیفرنیا بردم. اونا برای اولین بار موسیقی پسران بد و تفنگ‌های جوان رو زنده اجرا کردن، اما ترانش رو لب زدن. این که توی کریسمس برترین تک آهنگ بریتانیا در بی بی سی بشه خیلی مهمه. به نظرم میشه این به یه سنت بدل بشه، چون از این آهنگ فیلم ساخته شده و ترانهش وجود داره. خب چرا که نه؟ جورج مایکل و گروه وم باید یک سنت بشه. مرسی به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.